امام آمد. کسایی که توی اینستاگرام فالو ندارن منو بچه‌ها شاید در جریان نباشن، ولی دلیل تاخیر ریاکشن من به موزیک جدید حسین و حالا هیدن که احتمالاً چند ساعت دیگه ریاکشنش آپلود میشه اینی بود که الان روی صفحه می‌بینید. توی پستی که تو اینستاگرام گذاشتم یه کامنت گذاشته بود که حسین ترک نداد تا یزدان دکتر شد. نظرم خیلی باحال. اما بچه ها امام آمد. همونطور که اول ویدیو گفتم حسین بالاخره اومد. خیلی همه منتظرش بودیم که آقا بالاخره بیاد. اونطور که من شنیده بودم پیج اینستاگرامش هک شد، یعنی بعد از اینکه عکس پروفایل اینستاگرامش رفتیم میدونم همه پستاشو پاکه، خیلی فکر کردن که دلیلش اینه که قراره که آلبوم یاد بیاد، ولی اونطور که حالا من شنیدم اینستاگرامش هک شده بود، برگشت و الانم خودش برگشته. با کی؟ با حمید صفت. دوتا قلدور، دوتا صدا کلفت رپ فارسی. به شدت مشتاقم ببینم چطوری هست. اسم این ترک کپک، ببینیم که داستانش چیه، ببینیم پرودوسرش کی بوده. نوشته موزیک پرودوسر MVMMUTI مموتی فکر کنم میشه. میگم کلا اسم پرودوسر جدیدن خیلی سخت شده. بقیه دستان در کارانم من سریع ببینم. میکس مستر سیامند بوده. همین دیگه، بریم ببینیم که چطوری هست. جالبی که روی چنل حمید صفت هم آپلود شده، روی چنل حسینی سو کنم. تو حسین تو اینستاگرام هم راجبش پستی فعلا نذاشته. و اینکه یادم یه پست اینستاگرام یه عکس با هم گرفته بودن همین صفت حسین مثلا 4-5 سال پیش. بالاخره بعد از اون عکس حاصلش این شد که یه ترک الان 2023 با هم بدن. بریم داستان چیه. Let's go. چه بیت من گوشم به یه حرفا بده کار نی. لیبل زدبندی و لیبل جوهر، چه ترکیبی. من اون قضاوتم نکن با حرف چار تا جنده داشتم ایدیوم جنگیده کف جپه پشت درش پره قصه رفیقش گیره بیزه لبخندش دلخه حسش این شبا فقط گریه گشدارو مریض لیله به هم میزنیم برو خودتو این تیکر رو بیره بیزه. بعد جالبه که رو بیت قشنگ انگار چی میگه قاطی شده با بیت. گری وقتی میگه گری پشت درش پره قصه رفیقش گیره بیسه لبخندش تلخه حسش این شبا فقط گریه. یه سازی هم چه خدای چه سازی این تار. لبخندش تلخه حسش این شبا فقط گریه کشدار و مریض لیله به هم میزنیم فقط هره کره هره کره جال شدیم از ازل زنده گشنه بودیم و شدیم تلف از خالی تو میدون واسه قوه شدیم طرف قول به کیونت میبندم. این سه قوه هم قوه قضایی، قوه مقننه و قوه چیه اون؟ قوه مجریه بود اون یکی، یادم نیست. اجتماعی بود. بودیم از ازل زنده گشنه بودیم و شدیم تلف از خالی تو میدون واسه قوه شدیم طرف قول به کیونت میبندم با پو میشی لقن گوه میگیره کلن عشق میچه که ازد قاضی با یه قلم پیخ میکنه شتن خودم رو تشنی یادم گفتن نرو وایس دادن ببینم من کم میارم تو مسیری رفتم بد درچی یادم قسم و دیدیم ازش پش میباره عشقی صفر یا سر مشتی مهربون تایه مقد رب کردن دلی فلو تایی شرارت تش میشه فقط بسد گریه فلو رو ببین و این گریه گفتناش دیوونه است مشتی مهربون تایه مقد رب کردن دلی فلو تایی شرارت عشقی صفر یا سر مشتی مهربون تایه مقد رب کردن دلی فلو تایی شرارت تش میشه فقط بسد گریه کشدار و مریض لیله اینجا میکننت قیمه باشه. این کاورش هم ببینین یه کپکیه که کلن شنیدیم مثلا میگه طرف سرش رو مثل کپک تو برف کرده، یعنی که میدونه دور و برش داره چه اتفاقایی میفته ولی از ام نمیخواد نشون بده که میدونه که داره چه اتفاقایی میفته و فکر کنم واسه همین اصلا اسم چک کپک.
اینجا میکننت قیمه 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 روبه باورامون میتراشن ست تا قبله برفا و کپ و زله من که سوخته خسته کوفته وقتی دیدم عشق و عذیتم فروخته وقتی دیدم هرکی سفته واسه یه سکه لخته قصه اینه دیگه مصومی از ار مفته چشه کی سیره چشه کی گشته کی پی حسه کی پی لغمه اینا به ذات اونا به اخده امام برگشته آجی حسین بعد از تقریبا میشه یک سال فکر کنم آخرین چکی داد همون جنگل تاریک بود فکر نکنم بعدش یه چکی داد به شدت میخوام ببینم این ورس چطوریه چون خیلی هم داستانا داشته حسین توی این چند ماه گذشته به خاطر یکی اینکه هک شدن اینستاگرامش یکی همون زمانی که خب توی اوج اتفاقای مهسا امینی بود همه منتظر بودیم که ترک بده ترک نداد ولی خب روی اینستاگرام اون چند روزای اول خیلی اکتیو و بعدش خب اکتیویه چون میگن فعالیتش هم کمتر شد ولی چون ترک اجتماعیه من حدسم اینه که شاید یکم کار سیاسی بکنه و حسین سیاسی ما قبلا دیدیم مثل ترک بنبستش میگیره نابود میکنه وقتی دیدم هرکی سفته واسه یه سکه لخته قصه اینه دیگه مصومی از ار مفته چشه کی سیره چشه کی گشته کی پی حسه کی پی لغمه اینا به ذات اونا به اخده گنگ بالا عزم حواست به خود باشه این بر عاطفه شوهر کرد آماده جنگ لبریز شد دیه کاسش سب تحتیل شد برام واژه در سکمیل شد چک پازل تشم علایی وسط بازی مکرون زد دارم حتی قاتل قرد زندگی قصه شیرین و تخت بستم شد موقع جا بده قبل ای ساختیم و کردن آوار تن موندوی روح مازاد خستم من این راه ناساف کیرم تو این دست اندازا عقب وایستا په بوی کباب میاد اما کردیم خردا دقیق سرکار قصه خوف میشه به چسب سیم سرباز گشتن همه شل کردن پشت کردن دولت ها موشمندن خوش رنگن هر روزم روشن تر فرو میکنن تا برسه به پشت کردن حق خوردن و روش کردن دوش کردن ملت هم خوش خندن پشت بردم هر کی جلوش کردن خم بزن ببین چند تا قافیه قصه خوف میشه به چسب سیم سر گشتن همه شل کردن پشت کردن دولت ها موشمندن خوش رنگن هر روزم روشن تر فرو میکنن تا برسه به پشت کردن حق خوردن و روش کردن دوش کردن ملت هم خوش خندن پشت بردم هر کی جلوش کردن خم نمیکنه سری جاش پشت نردست واز 10 تا قافیه بعد کلی یه چیکی از کنن سیگنیچرهای حسینی که مثلا پشت سر هم قافی میاد مثلا اینجا رو ببین میگه خوش خندن پشت پردن مثلا ببین کردن ملت خوش خندن پشت پردن هر کی جلوش کردن خم نمیکنه سری جاش پشت نردست تموم شد رفت میگه آقا کسی که جلوی این دولت سرخم نکنه جاش پشت نردست یعنی میگیرنش میبرنش و دیدیم دیگه الان خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از این همه مدتی که منتظر بودیم حسین حداقل داره اشاره میکنه به این وضعیت افتضاحی که توی ایران هست ملت خوش خندن پشت پردم هر کی جلوش کردن خم نمیکنه سری جاش پشت نردست کی میدونه تشیه بخشش خوبه یا فرصت تصفیه منجی میاد یا میمونه فرضیه اون کوتاهه مثل سبزی ایده که فهمید رفت اون یکی رفت سبزی لامصب واقعا چی میاد یا میمونه فرضیه اون کوتاهه مثل سبزی ایده که فهمید رفت اون یکی رفت ولی فهمید تش دونه داره مکافات هر تیکش شادی روح اون که تغییر کرد تکفیر فرق سر تا یادم میاد زدیم حرف حق یه مشی فنون دادن دستمون خونه غرق خون ولی شک نکن ایرانم میای به سر شوای خوف میزنه هوای جور روی این درای خوف نداریم خیال سول لیل لیل اوکی تمام ببین قشنگ اول زیر پوستی و بعد قشنگ به صورت شفاف داره اون چی میگن اون فاز سیاسی که منتظرش بودی و میگه دیگه میگه آقا ایرانم میایم و چه بشه وقتی حسین بیاد ایران من فرداش بلیت میگیرم پامیشم میام کنسرتش وقتی کنسرت بذاره ببین چی گفت اینجا بخون ولی شک نکن ایرانم میای به سر شوای خوف میزنه هوای جور روی این درهای خوف نداریم خیال سول لیل 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 من اینقدر مطمئنم که اگه یه روزی مثلا دیگه برسیم به مثلا آخرین خطای جمهوری اسلامی جای میرسه که مثلا همه میخوان با هم متحد بشن که این حکومت از بین بره یعنی من بهت قول نم اگه مثلا سر این باشه که فدایی بیاد با حسین فیت بده یه چک سیاسی بده این کارو میکنن با اینکه با هم دشمن خونی ان ولی میان این کارو میکنن فرض کن فدایی و شاپور و حسین بیان یه چک سیاسی بدن دیگه چی میمونه دیگه رو این درای خوف نداریم خیال سول لیل 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 لیل
میسوزیم از ازل زنده 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 اینجا میکننت قیمه 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 روی باورامون میتراشه ست تا قبله برف آب و کپکا زنده ست تا قبله برف آب و کپکا زنده برف آب و کپکا زنده یعنی کسایی که مثل کپک سرشون رو کردن زیر برف یعنی چی؟ یعنی کسایی که توی ایرانن میدونن داره چه اتفاقایی میفته ولی حرف نمیزنن استوری نمیذارن نمیدونم راجبه کلا نگار همه چی اوکیه یه کسایی که مثل کپ سرشون رو زیر برف کردن یادشون باشه که برف آب میشه برف که دائمی نیست که و وقتی که برف آب بشه زله 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 کپکا همشون از بین میرن زله میشن چقدر با روی باورامون میتراشه صد تا قبله برف آب و کپکا زله بعدم بال تموم شد و تمام ترک کپک از همین صفت حسین خیلی منتظر همچین ترکی بودم اگه دقت بکنید ترانزیشنشون یه بار دیگه میزنم ترانزیشن رو از صدای همین صفت به صدای حسین زیاد تفاوتی نداره چون جفتشون هم یه سبک میخونن هم صداشون تون صداشون خیلی شبیه به همه گنگ سیاسی واقعا چیزی که انتظارش رو داشتیم امیدوارم ما هر دفعه از حسین ریاکشن میبینیم امیدوارم پرکارتر باشه ولی به حرف ما که گوش نمیده ترانزیشن یه بار دیگه من ببینیم قصه اینه دیگه محسوی از هر مفته چشه کی سیره چشه کی گشته کی پی اسه کی پی لغمه اینا آماده جنگ لبی شد یک کاسش سب تحتیل شد آخرش علی حسین اون چی میگن جوهره حسین بودنه رو داره اما واشه تر سکمیل شد شک پازل تشمالایی وسط بازی مکروز اینم از شک کپک بچه رو واقعا کیف کردم یعنی روزم رو ساخت بعد از اون اتفاقی که خب افتاد و در واقع کت سفید رو برتن کردیم این واقعا قشنگ روزم رو ساخت شما باشه حتما نظرتون رو توی کامنت سکشن بنویسید احتمالا تا چند ساعت دیگه ریاکشن به ترک مهرادیان آپلود میکنم موزیک ویدیو فکر کنم داده تا ویدیوهای بعدی زن زندگی آزادیم.